سرخط تازه‌ترین و مهمترین خبرها، اردوغان میدان هوایی کابل را با قطر و افغانستان مدیریت میکنیم. نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان وارد کابل شد. و همچنان در پایان پیام اضطراری مارشال عبدالرشید دوستم به خائنان قوم ازبک. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نی چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان وارد کابل شد. وزارت خارجه قزاقستان امروز یکشنبه 17 اکتبر با نشر اعلامیه اعلام کرد که یرجان قاضی خان نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور همکاری های بین المللی وارد کابل شد و قرار است درباره ارائه کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان با مسئولان گفتگو کند. با گزارش اسپوتنیک در اعلامیه وزارت امور خارجه قزاقستان آمده است. امروز هیئت به سرپرستی یرجان قاضی خان نماینده ویژه قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان در امور همکاری های بین المللی در یک سفر کاری وارد کابل شد. در چارچوب این سفر مسائل مربوط به ارائه کمک های بشر دوستانه قزاقستان به مردم افغانستان و همچنین برقراری روابط تجاری و اقتصادی مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. این وزارتخانه میگوید که قزاقستان میخواهد با سازمان ملل متحد در زمینه گسترش بیشتر کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان همکاری کند. آمریکا که در سال 2001 با هدف مبارزه با افرادگرایی و تروریسم وارد افغانستان شد، سرانجام پس از یک حضور 20 ساله در افغانستان در تاریخ 31 اگست این کشور را ترک کرد. در 31 اگست کینگ مکنیز فرمانده نیروهای سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا از پایان عملیات تخلیه نیروهای آمریکایی و پایان ماموریت نظامی در افغانستان خبر داد. در همین حال مسعودیان در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: مارشال عبدالرشید دوستم، خطاب به خائنان قوم ازبک، ما برمیگردیم و شما خائنان را به جهنم روان میکنیم. شما وطن و زبانتان را فروختید. ما به خاطر زبان ازبکی یک عمر همراه طالب جنگیدیم، اما شما به خاطر منافع شخصی خود و نوکری با پاکستان زبانتان را فروختید. همچنان این در حالی است که اردوغان میدان هوای کابل را با قطر و افغانستان مدیریت میکنیم. رئیس جمهور ترکیه میگوید که آنکارا میدان هوای بین المللی کابل را در صورت توافق با قطر و افغانستان اداره میکند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این موضوع را روز گذشته شنبه 23 اسفند پس از اقامه نماز جمعه در استانبول ترکیه مطرح کرده است. او خطاب به خبرنگاران گفته است: همان گونه که شما میدانید، ما میدان هوای کابل را اداره میکردیم و در آینده هم ترکیه، قطر و افغانستان ممکن است این چنین اقداماتی را انجام دهند. رئیس جمهور ترکیه این صحبت ها را پس از سفر هیئت گروه طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه این گروه به ترکیه مطرح کرده است. با گفته او، طالبان در این سفر در مورد کمک های بشر دوستانه و عمل کرده روند جدید با مقام های ترکی بحث و گفتگو کرده است. هیئت طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته 22 میزان به ترکیه رفت. طالبان گفته بودند که در جریان این سفر با مقام های ترکی در رابطه به بهبود روابط، تجارت، کمک های بشری، ترانسپورت هوایی و مهاجرین تصامیم بزرگ اتخاذ خواهد شد. در تاریخ 5 اسفند رجب طیب اردوغان گفته بود که طالبان از کشورش خواستند تا مدیریت میدان هوای کابل را بر عهده بگیرد. آقای اردوغان در آن هنگام اما تاکید کرده بود که تاکنون در این زمینه تصمیمی نگرفته است. بعدا گزارش کرده بود که ترکیه و طالبان توافقی را به امضا می رسانند که بر اساس پیشنویسان قرار است ترکیه و قطر به گونه مشترک میدان هوایی
بین المللی کابل را مدیریت کنند. دو منبعی آگاه به این رسانه انگلیسی گفته بود که ترکیه از طریق یک شرکت خصوصی که کارمندان آن متشکل از سربازان و پلیس سابقین کشورند، امنیت میدان هوای کابل را تأمین خواهد کرد. در همین حال گزارشنامه افغانستان رزاق مومون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: جنرال فیض حمید کجاست؟ ارشاد نور در برگه خود نوشته است که جنرال فیض حمید در جلسه معرفی رئیس جدید ISI ندیم احمد انجم حضور نداشته است. این مسئله سوالهایی را خلق کرده که چرا وی در چنین جلسه مهم که ندیم احمد به جای وی معرفی می شود و خودش به حیث قماندان قول اردوی پشاور منصوب می شود از جلسه غایب بود. گفته شده است که روزنامه نگار آخرین باری که او را دیده بودند در هتل سیرینای کابل بود که ظرف 12 ساعت جنگ و بمباران پنجشیر را سازماندهی کرده بود. اما از آن زمان به طور معجزه آسای مفقود سریع شده است. استعمال انتحاری ها در جنگ مستقیم فقط بازی سرکس است. رزاق مومون: جا به جای قطعات انتحاری طالبان در سرحدان یک نمایش خنداور و بوج، اما رسمیت بخشی به تروریسم دولتی است که همه کشورها را به حرکت می آورد. این واحدهای انتحاری زمان کاربرد داشت که قمانده می شد بروید در هتل کانتیناتال یا فلان وزارت و از ساختمان نیمه کار داخل شده و تر خشک بسوزانید تا خودتان هم عازم بهش شوید. حالا کاربرد انتحاری معلوم نیست چگونه است. این مفرزه های مرگ حتی در مقابله با نیروهای مقاومت در حوزه پنجشیر و اندراب قابل استفاده بهینه نیستند. مقاومتچی ها همه را در فاصله کوتاه یا بلند شکار می کنند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.